رابطه‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد با شکست قهرمان جهان و المپیک محمد رضا گرایی مقابل نماینده میزبان دنبال شد. با همکارم علی مادی گفتگو می‌کنم که از محل برگزاری مسابقات با ماست. علی، به نظر می‌رسه در این دوره فرنگی کاران در حسرت مدال موندن. آریان، واقعا میشه گفتش که شکست قهرمان المپیک و جهان اعجوبه فرنگی ایران محمد رضا گرایی مقابل حریفی نه چندان مطرح در فینال وزن 67 کیلوگرم کم از حذف شدن او نبود، چرا که گرایی فخر کشتی ایرانه و اگه در کشتی آزاد حسن یزدانی گل سرسبد تیم ملی آزاد ایرانه یا اگه ایران ستاره نوظهور مثل کامران قاسمپور رو داره که سال گذشته در استودیو درخشیدن گرفت، سال پیش هم محمد رضا گرایی به عنوان تنها فرنگی کار، تنها کشتیگیر ایران در یک سال دو مدال طلای المپیک و جهان رو گرفت و در حالی که همه کشتیگیران ایران در این دوره ناکام بودن، او تک چراغ ایران بود برای کسب مدال طلا. ولی امشب در مقابل مات نمش سربستانی، حریفی که بهترین مدالش برنز 2019 نورسلطان بود، برنز جهان، و یا امسال موفق شده بود در رقابت‌های اروپایی به مدال طلا برسه، هم به شکست داد گرایی و به مدال نقره جهان بسنده کرد. گرایی در حالی شکست خورد که 4-0 از حریفش در وقت اول، در 3 دقیقه اول پیش بود، تو 3 دقیقه دوم 5 امتیاز از دست داد و در نهایت 5-4 به مدال نقره جهان بسنده کرد. واقعا گرایی یک کشتیگیر زیرک که هر بار چالش کرد نظرات داوران رو، واقعا درس چالش کردن رو به کادر فنی ایران داد، چون کادر فنی هر بار چالش کرد نظرات داوران رو و تقاضای بازبینی کرد، اشتباه کرد و یه پوان هم داد، ولی هر بار گرایی تقاضای چالش کرد تنها کشتیگیری بود که تمام چالش‌هاش درست بود، در همه موارد داوران به درستی نظر اونو تایید کردن، حتی توی مسابقه فینال. گرایی علی امشب خودش نبود، حالا هم نظر روحی روانی شاید یا در نظر بدنی، به حال در کمرگیری موفق نبود، در بارانداز موفق نبود، توان بردن و بلند کردن حریفش رو تو 3 دقیقه دوم نداشت. هم به حال او به مدال نقره بسنده کرد، مدال نقرهش هم دریافت کرد. امشب محمد هادی سروی هم تو وزن 97 کیلوگرم لحظات پیش برای کسب مدال برنز جهان برابر متهان باشار از ترکیه به روی تشک رفت و موفق شد در وقت اول 4-0، در وقت دوم در نهایت 6-1 به پیروزی برسه، مدال برنز جهان رو به داشته‌هاش اضافه کنه. محمد هادی سروی تو المپیک 2020 توکیو در واقع سال گذشته برگزار شد به مدال برنز رسید، تو مسابقه اسلاو تو نروژ موفق شد مدال طلا و قهرمانی جهان رو از آن خودش بکنه، خیلی بهش امیدوار بودن. به قول برخی از گزارشگران و کارشناسان کشتی میگفتن که همونطور که امام علی حبیبی همیشه میگفت در ملبورن من میشینم تو هواپیما مدال طلا رو بیارید، اینقدر بهش اعتقاد داشتن که مسابقه نداده بعد طلا میگیره، ولی اتفاق نیفتاد. علیرضا نجاتی هم امشب در وزن 60 کیلوگرم با شکست مقابل حریفی از چین از این مدال برنز هم در واقع باز موند و به عنوان پنجمی بسنده کرد و ناکامی ایران واقعا در بلگراد کامل شد با شکست علیرضا نجاتی که خیلی بهش امید بود. امروز تو سومین شب مسابقات در دو وزن پایانی تنها امین میرزازاده تو سنگین وزن راهی فینال شد که فردا شب سه شنبه شب در واقع آخرین نماینده کشتی ایرانه که توی رقابت‌ها برای کسب مدال طلا بغل بعد در برابر رضا کایال، کسی که 4 مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیکو داره، از بهترین کشتیگیر ترک در فرنگی بعد به میدان بره و امید ایران این هستش که بعد از نقره و برنزی که امشب توسط محمد رضا گرایی و محمد هادی ساره به دست آورد، او بتونه طلا بگیره. امروز مهدی محسن نژاد هم در وزن 60 کیلوگرم از دو رقابت کنار رفت و به جمع ناکامان ایران پیوست. آریان، شب ناامید کننده بود به رغم کسب یک مدال برنز و یک مدال نقره. ممنون علی.